حدود نیم قرن است که شیعیان در بحرین زیر شدیدترین نوع ظلم، ستم، سرکوب و شکنجه ها قرار دارند. حالا اما منابع آگاه از بحرین فاش کردند که یک روحانی شیعی مورد ضرب و شتم زندانبانان حکومتی قرار گرفته است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. در پی مخالفت حجت الاسلام، شیخ عبدالجلیل مقداد از روحانیون برجسته بحرین و استاد حوزه علمیه این کشور با امضای بیانیه‌ای مبنی بر امتناع وی از درمان در بیمارستان، این روحانی شیعی از سوی زندانبانان زندان جوی بحرین مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می شود قرار بود شیخ مقداد برای درمان به خارج از زندان منتقل شود، اما پلیس به او خبر داد که پزشک نیست و خواستار بازگرداندن او به زندان شد. اما نیروهای حکومت بحرین از او خواستند که بیانیه‌ای در مخالفت با روند درمانی خود امضا کند، اما وقتی با مخالفت شیخ مقداد مواجه شدند، 4 نفر از زندانبانان به او حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ساعتی پس از ادعای وزارت کشور بحرین مبنی بر اینکه شیخ مقداد مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، وی در یک فایل صوتی حمله به خود را فاش کرد و گفت که نمیتوان این حمله که شامل انتقام، تعدی و ظلم است را تحمل کرد. در همین راستا بسیاری از چهره‌های شیعی در بحرین با صدور بیانیه‌های مختلفی ضمن محکومیت اقدام نیروهای حکومتی آل خلیفه در ضرب و شتم شیخ مقداد، مردم را به محکومیت مستمر توهین به زندانیان دعوت کردند. در همین راستا احمد ودائی از فعالان حقوق بشر نیز در حساب توییتر خود هشدار داد که شیخ مقداد از سهل‌انگاری پزشکی عمدی رنج می‌برد که ممکن است جان او را تهدید کند. شهروندان بحرینی نیز با انجام تظاهراتی در شهرک بلاد قدیم اقدام نیروهای حکومتی آل خلیفه در ضرب و شتم روحانی شیعی را محکوم کردند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در محکومیت این اقدام کمپین بزرگ همبستگی با هشتگ شیخ عبدالجلیل مقداد راه اندازی کردند و ضمن درخواست آزادی این روحانی شیعی رفتار ناشایست با او را محکوم کردند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.